اونم از همه که امروز و اینجا به مناسبت این روز همه تونستیم اینجا جمع بشیم و در این زمینه یه گفتمانی داشته باشیم. 16 روز کارزار برای مبارزه هماهنگ و همگانی در راستای حذف خشونت علیه زنان از 2 دهه پیش در جهان آغاز شده. امسال در بیش از 160 کشور این کارزار جریان دارد. بسیاری از ما زنان و مردان با باورهای گوناگون به حق زندگی زنان به دور از خشونت به طور جدی بها داده و فعالانه به این مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان پیوسته ایم. این کارزار 16 روزه که از 4 آذر یا 25 نوامبر شروع میشه و تا 19 آذر یا 10 دسامبر ادامه داره، روزهای مهمی رو در بر میگیره. اول 4 آذر 25 نوامبر که روز جهانی حذف خشونت علیه زنانه، 8 آذر 29 نوامبر روز جهانی زنان مدافع حقوق بشر، 10 آذر 1 دسامبر روز جهانی ایدز، 11 آذر 2 دسامبر روز جهانی حذف بردهداری، 12 آذر 3 دسامبر روز جهانی توانجویان یا معلولین، 15 آذر 6 دسامبر سالروز کشتار پلی‌تکنیک، 16 آذر روز ملی دانشجو و 19 آذر 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اولین بار در سال 1981 در گرد همایی زنان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به یادبود 3 خواهران میرابال نامگذاری شد که در چنین روزی در سال 1960 به دست مزدوران دیکتاتور دومینیکن به شیوه وحشیانه به قتل رسیدند. با تلاش فراوان سازمان‌های زنان، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 به طور رسمی روز را روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. در این رتبه بندی برای بهترین و بدترین کشورهای جهان برای زنان، ایران در میان 165 کشور رتبه 125 را کسب کرده. این بررسی که توسط هفته‌نامه نیوزویک انجام شده بر مبنای فاکتورهایی مثل رعایت عدالت، حقوق قانونی زنان مثل حفاظت از آنان در برابر خشونت‌ها، وضعیت سلامت، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال شامل دستمزد زنان و سیاست شامل تعداد زنان شاغل در پست‌های دولتی مبنا قرار گرفته. بنابر گزارش وبسایت پارسینه، کشور آیسلند، سوئد، کانادا رتبه‌های اول تا سوم رو به عنوان بهترین کشورها برای زنان کسب کردند. در میان کشورهای خاورمیانه، کویت با قرار گرفتن در رتبه 101 و امارات متحده عربی با رتبه 109 به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به دست آورده‌اند. در این رتبه بندی کشورهای چاد، افغانستان، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، جزایر سولومون، نیجر، پاکستان، اتیوپی و سودان به ترتیب بدترین کشورهای دنیا برای زنان را تشکیل میدن. زنان چاد در قاره افریقا از بسیاری حقوق بدیهی خود به دلیل زن بودنشان محرومند و بسیاری از آنها در سن 11 و 12 سالگی شوهر داده میشوند. به گزارش پارسینه، حدود 90% از زنان افغان بی سوادند و 85% از زایمان‌های زنان در فقدان امکانات پزشکی و بهداشتی صورت می‌گیرد. حقوق زنان در سرتاسر جهان نقض میشه. زنان جدا از ملیت، فرهنگ، مذهب و موقعیت اجتماعیشان همواره هرچه بیشتر مورد تبعیض‌های چندگانه و خشونت قرار می‌گیرند. خشونت علیه زنان علامت مشخصه تمامی جوامع پدرسالار است. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد، اما هرچه جامعه عقب مانده‌تر و بیشتر تحت تأثیر فرهنگ و مذاهب قرار می‌گیرد، طبیعتاً خشونت‌ها عریان‌تر خود را نشان می‌دهند. و این خشونت ها و درجه خشونت ها خودشون رو بیشتر نشون میدن. برخی از این کشورها تمامی نرم های جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشتن و با
با نگاه به کشورهای خاورمیانه، یعنی کشورهایی که در کنار حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده ای بازی میکنه، به خصوص زنان اقشار تحتانی، زنان خانه‌دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر، هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونتها قرار میگیرن. برخلاف از آنجا که قوانین زنستیز ملکه این جوامع و در فشارها و خشونتها قرار میگیرند و برخلاف از آنجا که قوانین زنستیز ملکه این جامعه است و تار و پود این جوامع را رخنه کرده، برای فرار از این همه بی‌عدالتی و ظلم و خشونت و بی‌حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری‌های عصبی و سایر بیماری‌های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی‌ماند. در برخی از این کشورها، مثلا چون افغانستان و عراق، از یک سو جنگ و اشغال و فقر و بی‌بهرگی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوری کرده و از سوی دیگر رژیم‌های بنیادگرایی که با قل و زنجیر بستن دست و پای زنان عملاً قصد زنده به گور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلماً در هر جامعه‌ای که جنبش زنان آن به طور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت‌ها مبارزه کرده، در مقابل موفق هم گشته و قدم‌های بزرگی در راه رفع این تبعیض در حوزه‌های مشخص برداشتند. در آمریکای مرکزی مکزیک روزانه زنان قربانی خشونت‌ها می‌شوند و در این جوامع مرسالار منطقه روزانه صدها زن به دلیل زن بودنشان به قتل می‌رسند. بیشتر این زنان قربانی خشونت‌ها در خانواده و تبعیضات در زندگی روزمره می باشند. دولت و دادگستری به اندازه کافی از این زنان حمایت ننموده و به آنها امنیت نمی دهد. بخش بزرگی از مجرمین بدون مجازات به کار خود همچنان ادامه می دهند. اما سازمان‌های نیرومند زنان راحت ننشسته و ساختارهای قدرتی موجود که باعث تبعیض زنان در جامعه می شود مبارزه می کنند. زنان مورد تبعیض قرار می گیرند و به آنها ضرب و شتم می شود. مورد تجاوز قرار می گیرند و حتی به قتل می رسند. برای بخش بزرگی از زنان آمریکای مرکزی و مکزیک، خشونت جسمی و روحی و روانی مسئله روزانه است و حتی این روند در خردسالی هم ادامه دارد. بسیاری از دختران و زنان چیز دیگری را نمی شناسند و مادران و خواهران و افراد مؤنث خانواده‌شان غالبا همین تجربه را پشت سر گذاشتند. در سر تا سر جهان سالانه 2 تا 3 میلیون زن به خاطر زن بودنشان به قتل میرسند. طبق گزارش سازمان ملل آمریکای مرکزی، به مناطقی تعلق دارد که در آن بیشترین زنکشی و خشونت برای زنان اعمال میشود. غالبا قربانیان قبل از کشتن به شدت مورد آزار و تجاوز قرار میگیرند. این گونه جنایت همواره از سوی دولت‌ها تحمل میشود و سکوت اختیار میکنند و با این کار این خشونت‌ها تشویق میشود. بر اساس آمار صندوق سازمان ملل، سالانه حدود 5000 زن در قتل‌های ناموسی به دست خیشان و نزدیکان خود کشته می‌شوند. این قتل‌ها بیشتر در جوامع بسته و سنتی که با محدودیت و کنترل زنان مشخص می‌شود رخ می‌دهند و به میزان زیادی با روحیه جمع‌گرایی، عصبیت و ناموس پرستی ارتباط می‌یابد و به طور کلی هرچه یک جامعه جمع‌گراتر و معیارهای سنتی در آن غلبه بیشتری داشته باشد، این قتل‌ها بیشتر و هرچه یک جامعه فردگراتر و به لحاظ آشنایی با مفاهیم مدرنی چون حقوق زنان، قانون مداری و آزادی آشناتر باشن به میزان کمتری رخ میدهد. اما به راستی چرا در یک جامعه این خشونت عریان و فراتر از تصور اتفاق میافتد؟ ناموس در فرهنگ لغت به معنای قانون، شرف و آبرو معنی شده، اما معنای اصطلاحی این واژه در رابطه با زن و سکسوالیته زن تعریف میشود. اکثر مردم ناموس را در ارتباط با زن و رفتار جنسی زنانه معنی می کنند. به عبارت دیگر، در مفهوم ناموس کنترل و قیمومیت بدن زن از آن گرفته شده و در اختیار مردان و نزدیکانشان قرار می گیرند که با بروز کوچکترین سوء زن در معرض تهدید قرار گرفته و اقدامی جدی را برای اعاده حیثیت خود مطالبه می کنند. و اگر بخوایم به ریشه های چنین فاجعه‌ای بپردازیم، به دو دست عامل می تونیم اشاره کنیم. یک، ضعف‌ها و خلأهای قانونی. دو، هنجارها و ارزش‌های زن ستیز موجود در جامعه.
طبق قانون در جمهوری اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و با پرداخت دیه قتل ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد و هرگاه مردی همسر خود را در حالت زنا با مرد دیگری ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند. بسیاری از خانواده ها در پناه قانون و با توجه به اینکه دادگاه های مناطق حاشیه‌ای در بسیاری موارد به دلیل گذشت شاکیان خصوصی و نبود مدعی العموم قضاوت را به خانواده ها واگذار می کنند، راه را برای دست زدن به چنین اعمالی باز می کنند. دسته دوم ارزش ها و هنجارهای مردانه و زن ستیزی است که با غیرت بر زنان تحمیل می شود. در فرهنگ های بسته و مرسالار زن به مثابه موجودی معنا می شه که هم باید از آن حذر کرد و هم باید آن را کنترل کرد و این کنترل از همان کودکی در پسرها نهادینه میشه و زن در این بستر فرهنگی هویت مستقلی ندارد. آزادی و حق انتخابش در میدان حقاهی مردانه نادیده گرفته میشود. مورد دیگری که ذهن هر کسی را به خودش مشغول میکنه تر این سواله که آیا مردان این گونه مناطق ذاتن از خشونت بیشتری برخوردارند و میل به زن ستیزی در اونها بیشتره؟ آمارها نشون داده که بیشترین آمار قتل‌های ناموسی مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و لرستان است. به عبارت دیگر بیشترین مناطقی که به این فاجعه با این فاجعه دست و پنجه نرم می‌کنند که از نظر توسعه اقتصادی و فرهنگی کمتری برخوردارند و این به این معنی است که هر چه آشنایی با مفاهیم مدرن مثل قانون مداری، حقوق زنان و برابری جنسیتی کمتر باشد، میزان رجوع به هنجارهای انحصار طلبانه و قدرت مدارانه بیشتر است. آنچه در این میان قضیه را دردناکتر می‌سازد این است که این قتل‌ها بیشتر در مواردی رخ می‌دهند که قربانیان به دلیل گناهی ناکرده مجازات می‌شوند و سوء زن عامل بیش از 50% این قتل‌ها را تشکیل داده. که این امر نشان از آن دارد که تسلط و کنترل زن بخش مهمی از هویت مردانه را در جامعه سنتی شکل می‌دهد که با کوچکترین خطری باید از آن عاده حیثیت کرد و چنانچه فرد خود حاضر به چنین عملی نباشد فشارهای اجتماعی از سوی مردان و حتی زنان جامعه او را به حقایق واخواهد داشت. و اما چه باید کرد؟ همانطور که گفته شد توسعه اقتصادی و فرهنگی مناطق حاشیه‌ای و اشتغالزایی از عناصر مهمی است که افراد را به باز تعریف هویت خود بر اساس معیارهای انسانی و نه خشونت و تعصب سوق می‌دهد. بازنگری و اصلاح قوانین گام مهم دیگری است که اگر نگوییم راه را به طور کلی بر این قطعه می‌بندد دست کم تکرار آنها را کمتر می‌کند. اما یکی از مهمترین اقداماتی که در این راستا می‌شود انجام داد تشکیل مؤسسات و نهادهای مدنی در قالب حمایت از زنان در معرض خشونت و دفاع از قربانیان جنایت‌های ناموسی در مناطق حاشیه‌ای و در معرض خطر باشد که در کوتاه مدت نیز قابل پیگیری است. چنین نهادهای کارکردهای بسیاری دارند. اول اینکه با رسانه‌ای کردن اخبار قتل‌های ناموسی نگاه عمومی جامعه را به بروز چنین فاجعه غم‌انگیز جلب کرده و وجدان اجتماعی را از آمار دقیق این قتل‌ها با توجه به اینکه آمار دقیقی از این قتل‌ها به دلیل دور بودن از مراکز و عدم دسترسی به وسایل ارتباطی در دست نیست با خبر می‌کند. دومین کارکرد آنها آموزش قانون‌مداری و حقوق زنان به کلیه زنان و مردان است که در نتیجه آن دادگاه‌های خانوادگی و شخصی بی‌اعتبار و همگی به پیروی از قانون واداشته می‌شوند. سومین و مهمترین کارکرد این نهادها تلاش در جهت رفع کلیشه‌های جنسیتی و آموزش انسان مداری به جای جنس مداری به افراد جامعه است که در قالب آن هویت جنسی جای خود را به هویت انسانی می‌دهند. با تشکر از همه، حالا هر کسی هر صحبتی چیزی داره می‌تونه وقت بگیره و می‌تونه حرف خودش رو بزنه.